دادگاهی در استرالیا سه نفر را به حمله تروریستی به مسجد شیعیان ملبورن متهم نمود. به گزارش خبرگزاری رویترز سال گذشته سه نفر از سنیهای تندروی داعش به مسجد امام علی علیه السلام ملبورن حمله کرده و باعث بروز آتش سوزی در آن شدند. دو نفر در همان روزهای نخست بازداشت شدند و نفر سوم نیز شنبه گذشته به دست پلیس افتاد. دادگاه ملبورن این سه نفر را به برنامه ریزی و اجرای حمله تروریستی با هدف ایجاد اختلاف مذهبی در جامعه مسلمانان استرالیا متهم کرده است. منابع غذایی این شهر میگویند احتمالا این سه نفر به حد اکثر مجازات حبس ابد محکوم خواهند شد. رئیس پلیس ملبورن اعلام کرده این سه نفر ایدئولوژی افراطی سنی داشته و برای نابودی روند مسالمت‌آمیز زندگی بین سنی ها و شیعیان این شهر تلاش کرده بودند گفتنی است با اینکه استرالیا در سالهای گذشته شاهد حملات داعش با تاکتیک گرگ های تنها بوده اما پلیس این کشور توانسته 13 حمله تروریستی این گروه را خنثی نماید